سلام، من هانیم، به اتاق 13 خوش اومدید. سلام، منم بهرامم و به اتاق 13 خوش اومدید. پرونده‌ای که امروز می‌خوایم با هم بررسی کنیم، پرونده خیلی قدیمیه که در آمریکا اتفاق افتاده. چند نفر از شما این پرونده رو به ما پیشنهاد داده بودید و خب ما هم بررسیش کردیم. و خب همین اول بهتون بگم این پرونده اگر در حال حاضر اتفاق افتاده بود، هفته نمی‌کشید که حل می‌شد. ولی با این حال چون در سال 1912 اتفاق افتاده و هنوز حتی تکنولوژی اثر انگشت هم در حالت ابتدایی بوده، این پرونده حل نشده. پس بریم با هم شروع کنیم. آقای جوسیا مور یک تاجر موفق آمریکایی بود که در سن 30 تونسته بود به ثروت خیلی زیادی دست پیدا کنه. به همین دلیلم ازدواج کرده بود، 4 بچه داشت و تونسته بود تو سال 1903 یه خونه 2 بخره، یه چیزی که تو اون دوران اصلا مد نبود و تونسته بود توی منطقه خیلی خوب مرفه نشین زندگی کنه. آقای جوسیا مور بین اطرافیانش، دوستانش خیلی محبوب و مشهور بود و اینکه توی شهری که زندگی میکردن، بلاسکا خیلی شهر کوچیکی بود، سرجم 2500 نفر جمعیت داشت. همه اون رو به عنوان یه آدمی که خیلی مهربونه، خیره و بخشنده است میشناختن. هرچند یه خانواده خوب باشن، حالا یه شخص خوب باشه، ولی بازم دلیل نمیشه که حالا از لحاظ شخصی یا از لحاظ شغلی دشمن خودشون رو نداشته باشن. سر البته که یه خانواده هر چقدر خوب باشن، دشمنای خاص خودشون رو دارن. ما هیچ وقت نمیتونیم همه رو از خودمون راضی کنیم. داستان ما از 9 ژوئن سال 1912 شروع میشه. روز یک شنبه بود و خانواده مور مثل همه مسیحیان تصمیم داشتن که اون یک شنبه رو برن کلیسا. اتفاقا اون روز روز کودک هم بود و قرار بود بچه ها بیان سرود بخونن، نمایش بازی کنن و خیلی کارهای دیگه. و اتفاقا کسی که این چیزها رو مدیریت میکرد خانم سارا بود. سارا 39 سالش بود و 4 فرزند داشت، همونجوری که بهتون گفتم. هرمان 11 سالش، مری کاترین 10 سالش، آرتور بوید 7 و پول ورنون 4 بود. بعد از اینکه مراسم شعرخوانی تموم شد، مری کاترین از دخترای همسایه‌شون یعنی اینا و لنا درخواست کرد که شب رو بیان خونه اونها بمونن و باهاش بازی کنن. خب اینا و لنا هم با پدر مادرشون صحبت کردن و پدر مادرشون اجازه دادن که اینها شب رو برن خونه خانواده مور بمونن. چیزی که ما میدونیم حدود ساعت 9:30 خانواده مور از کلیسا خارج شدن و کلیسا فقط 3 تا خونهشون فاصله داشته، راه زیادی نبوده و حدس میزنن حدود 9:45 رسیدن خونه و این آخرین باری بوده که خانواده مور زنده دیده شدن. ساعت 7:30 صبح 10 ژوئن بود. خانم مری پکام از خونش اومد بیرون تا رختایی که شسته بود رو روی بند پهن کنه. یک کم که گذشت دید هیچ سر و صدایی از خونه خانواده مور نمیاد. بچه ها نمیان بیرون بازی کنن، نمیان به داماشون غذا بدن. کلا انگار مثلا سر و صدایی داشتن بالاخره. همیشه این ساعت صبح، ساعت 7:30 صبح، یه سر و صدایی داشتن. میره در خونه در میزنه، میبینه که خب جواب نمیدن. هر چقدر صدا میزنه میبینه کسی جوابشون نمیده. میره از پشت پنجره ها رو هی چک میکنه، میبینه همشون پوشیدن و نمیتونه داخل خونه رو ببینه. بردار کشیده بودن دیگه، شاید چادر چیز دیگه گذاشته بودن. هنوز ما داخل خونه نرفتیم بدونیم چه خبره. براش جای سوال بوده. میره در خونه رو هم باز میکنه، یعنی در میندازه که بره تو، اما میبینه که در قفله. ظاهراً این خیلی چیز عجیبی بوده که توی اون دوران کسی در خونش رو قفل کنه. ولی الان اگه در رو قفل نکنی دیگه هیچی تو خونه نمیاد. برای همین هم زنگ میزنه به راس که داروساز بوده توی بلاسکا و برادر آقای جوسیا بوده و میگه که ببین خونه برادرت ساکت نیستن، جایی رفتن، مسافرتی هم. و راس میگه نه، فکر نمی کنم اونا با تو خونه شون باشن. و راس میاد
میخواد خونه رو چک کنه که ببینه چه خبره. یک کلید زاپاس هم ظاهراً داشته. در رو باز میکنه و وارد خونه میشه. اما من برای اینکه شما بتونید بهتر تصور کنید بهتون بگم که وقتی کلید میندازی از در ورودی وارد خونه میشی، مستقیم وارد آشپزخونه میشی. از آشپزخونه سمت راست همین جوری که توی عکس میبینید دو تا راه ورودی داره. یکی میره توی اتاق نشیمن و یکی راپله میخوره و میره طبقه بالا. ظاهرا راست که وارد خونه میشه مستقیم میره توی اتاق نشیمن. توی اتاق نشیمن یه اتاق بوده که در حال حاضر اسمشو گذاشتن اتاق مهمان. حالا در مورد اینم صحبت میکنیم. وارد اتاق مهمان میشه و میبینه که روی تخت دو تا شی، دو تا آدم افتادن که روهاشون پوشیده است و تخت پر از خونه. حالش بد میشه، میاد بیرون و به خانم پکان میگه که برو با رئیس پلیس تماس بگیر و بگو که اینجا اتفاقهای بدی افتاده و نمیره چک کنه. میگه من میترسم حالا بد میشه برم بالا چک کنم. رئیس پلیس ویلیستیا ساعت 8:30 صبح وارد خونه خانواده مور شد و اونجا رو چک کرد و گفت که کل افراد خانواده و مهموناشون توی رخت خوابشون کشته شدن. همونطوری که بهرام بهتون گفت همه اعضای خانواده فوت کرده بودن. اون دوتا جسدی که برادر آقای جوسیا یعنی راس مور دیده بود، جسد اینا و لنا بود که توی اتاق مهمان پیدا شده بود. بعد از اینکه رئیس پلیس اومد و از راه پله ها رفت طبقه بالا، وقتی که وارد اون راه پله ها میشه و میره طبقه بالا و اول یه اتاق خوابه، فقط یه اتاق خوابه که اتاق خواب اصلیه بوده و جوسیا مور و همسرش سارا اونجا بودن که جنازه هاشون اونجا پیدا میشه. داخل اتاق خواب اونا یه اتاق خواب دیگه بوده که اتاق خواب بچه ها بوده و جسد 4 بچه اونا هم هر کدوم توی رخت خواباشون پیدا میشه. اون پزشکانی که در مرحله اول سر جنازه ها رسیدن گفتن که زمان قتل یه چیزی بین 12 شب تا 5 صبح بوده. قاتل ظاهراً تبر آقای جوسیا مور رو از توی حیاطش بر میداره، از اتاقی که لنا و اینا بودن میگذره، میره طبقه بالا، یک ضربه محکم تبر میبره بالا و یک ضربه محکم میزنه به صورت آقای جوسیا مور که به پشت خوابیده بوده و بعد بلا فاصله تبر رو محکم میزنه تو سر سارا. یعنی انقدر ماهر بوده که با یک ضربه اینا رو کشتتشون. کام از اینایی بوده که کلن کارشون چوب تیکه کردنه. شاید میگن که قاتل در زمانی که تبر رو بالا برده دیوار رو هم خراش داده که توی عکس میبینید. الان قاتل بعد از اینکه آقای جوسیا مور و سارا رو میکشه و مطمئن میشه که اونها مردن به اتاق خواب بچه ها میره. همه بچه ها رو با یکی یه ضربه میکشتشون، یعنی تبر رو میبره بالا میزنه و میکشه و تمام. بعد دوباره برمیگرده به اتاق خواب اصلی و به هر کدوم از اعضای خانواده مور 40 میزنه به سرشون. به حد دیگه میگن وقتی که کارآگاهان رفتن سر جنازه ها که ببینن سراشو به طور کامل پودر بوده، یعنی حتی مثلا چشمای آقای جوسیا مور قابل دیدن نبوده. دقیقاً انگار تو جی تی ای بازی می‌کرده، یعنی میزد راحت می‌کشته بعد میاد دوباره سر جنازه همینجوری. آره و هر کدوم 40 میزنه، دوباره میره اتاق بچه‌ها و به بچه‌ها همین ضربه رو میزنه. بعد میاد طبقه پایین تا اینا و لنا رو بکشه. کاراگاهان معتقدن که تمام افراد خانواده در خواب کشته شدن به جز لنا که ظاهرن در زمانی که جسدش رو پیدا میکنن توی رخت خوابش نبوده، عقب عقب میرفته و افتاده بوده روی تخت و قاتل بهش ضربه های زبدری زده و روی بازوش و روی زانوی پاش هم زخمای دفاعی داشته که نشون میده تکون خورده بوده که این ضربه ها رو بهش زده بودن. بوده مثلا دیگه. از صدای ضربه ها بیدار شده بوده و همچنین گفته بودن که لنا ظاهرن هیچ لباس زیر تنش نبوده و دامنش لباس خوابش بالای کمرش بوده که میگن که احتمالاً قاتل بهش تجاوز کرده. هرچند که پزشکان اون زمان گفتن که نه تجاوزی در کار نبوده، ولی خب ما نمیدونیم واقعا اون زمان علم چقدر پیشرفت کرده بوده که بتونه اینها رو مثلا حدس بزنه. ولی خب گفتن که اگر تجاوز هم نکرده باشه دستمالیش کرده بوده، وگرنه چرا جنازه های دیگه این مدلی نبودن، فقط این همین مشکل رو داشت. بعد ظاهرا قاتل رفته یه کاسه آب برداشته
دستاشو توش شسته و یه وعده غذا توی بشقاب هم روی میز پیدا شد که میگن احتمالاً متعلق به قاتل بوده. اما چیزهای عجیب دیگه هم وجود داره، اینکه قاتل تبر رو که خون و مو بهش چسبیده بوده رو تمیز میکنه و میذاره تو اتاق لنا و اینا، یعنی میچسبتش به دیوار. یه چند کیلو بیکن هم بوده، گوشت خوک که اونها رو هم از توی یخچال بر میداره، یخچال که نبوده، یختونی بوده توی این مایه ها، بر میداره و میذاره کنار تبر. و بعد کار عجیبی که میکنه و برای همه سواله این بوده که کمدها رو میگرده و پارچه و ملافه پیدا میکنه و تمام پنجره ها رو میپوشونه، تمام آینه ها رو میپوشونه. واقعا چرا باید یه قاتل همچین کار رو انجام بده؟ چی میترسیده؟ چه میدونم چهره خودش که مثلا هیولا بوده تو اون لحظه میترسیده، یا از چه میدونم دیدن چیزی، شاید مثلا میترسیده که شاید میترسیده اون ارواحی که کشته بیان سراغش. هیچ کس نمیدونه. با پخش شدن خبر این قتل عام، رفته رفته مردمی که دور ملک جوسیامور جمع میشدن زیاد و زیادتر میشد. حتی به عده گزارش دادن که 800 نفر دور ملک جمع شده بودن و حتی وارد ملک شده بودن، به طوری که میگفتن هر چقدر اثر انگشت، رد پا یا نشونه هایی از قاتل بوده رو از بین بردن. حتی گزارش هم شده که یه سری از مردم میمدن تکایی از جمجمه جوسیامور هم برمی داشتن به خودشون میبردن. خیلی مسخره است. آره منم اینم شنیدم، میگفتن که مثلا این تکا رو به عنوان یادگاری میبردن برای خودشون نگه دارن. اما یه کاری که اون زمان کردن این بود که اومدن سگ آوردن، چون میگفتن قاتل این تبر رو دست گرفته، احتمال داره که بوی قاتل رو داشته باشه. ولی خب سگ ها هم تا یه محدوده هایی رفتن، تا نزدیک های نهری، یعنی مثلا زیاد جلو نرفتن، نتونستن چیزی پیدا کنن. در صبح دهم ژوئن حدود ساعت 5:30 صبح آقای جورج کلی وارد قطار شد. اون یک کشیش بود که برای مراسم روز یک شنبه کلیسا اومده بود کلیسا و الان هم داشت برمیگشت به شهرش. اون در قطار به یک خانم و آقای پیر که هم کوپیش بودن و پیشش نشسته بودن گفته بود که من 8 مرده میبینم در ویلیسکا که در رخت خوابهاشون قصابی شدن. و خب بعد از این که جسدهای خانواده مور پیدا شد، این خانم آقا رفتن این مسائل رو به پلیس گفتن و بعدها مشخص شد که این آقای کشیش در اون مراسمی که بچه های خانواده مور و لینا و اینا حضور داشتن بوده و آدم نرمالی نیستش، دچار بیماری های جنسی، انحرافات داره، حتی مدتی در بیمارستان روانی بستری شده بوده و بعدها براش اسکیزوفرنی تشخیص دادن. این آقا ظاهرن یه عده میگن که دچار وسواس بوده، وقتی این بچه ها رو دیده رفته خونه خانواده مور و صبر کرده که اونها بخوابن و بعد بکشتشون. ظاهرن آقای کشیش انگلیسی تبار بوده و بعد اومده توی آمریکا و واعظ بوده، با ما رو واعظ سخنرانی میکرده این بر اون بر. اما یه چیزی که خیلی عجیبه، یک هفته بعد از اینکه قطعهای ویلیسکا اتفاق میفته، آقای کشیش داستان ما با قطار دوباره برمیگرده به ویلیسکا و خودش رو به عنوان یک کارگاه جا میزنه و میره داخل ملک و میگرده. خیلی فضول بوده، اصلا عجیب به این قتل مثلا واکنش نشون میداده، علاقه داشته و از اون مهمتر چقدر خیلی ببخشین خرطوخر بوده که هر کسی به عنوان کاراگاه میرفته داخل. هیچ مدرکی چه ازش نمیگرفت، همونجور رفته واسه رفته خودش گشته، تا یه عکس یادگاری هم گرفته با کاراگاهی که اونجا بودن. اونو همیشه به عنوان کسی میشناختن که رفتارهای عجیب و غریب داشته. حتی یک بار میگن که یک نامه‌ای نوشته بوده به یه خانومی که انقدر توش حرفای زشت جنسی زده بودن که حتی در دادگاه نمیتونستن اونو بخونن، قد که این نامه بد بود، اصلا به خاطر همین هم فرستاده بودنش بیمارستان روانی. یا حتی مثلا به خیلی از دخترها میگفته که جلوش لخت بشن و جست بگیرن. فقط من نمیدونم چجور کشیشی بوده که این کارا رو هم میکرده. آره و اینکه میگن که نقص ذهنی هم داشته، دچار این مشکلات ذهنی هم بوده، ولی خب از لحاظ تیپ و قیافه نمیتونسته قاتل باشه.
در حدود 154 سانت قدش بوده و وزنش هم حدود 54 کیلوگرم بوده. ولی متخصصا میگن که قاتل داستان ما چپ دست بوده و این آقای کشیش هم اتفاقا چپ دست بوده، یعنی مثلا نشون ده شاید یه جورایی قاتل باشه. و بعدها این تنها کسی بود، این آقای کشیش، که کشیدنش به دادگاه و دادگاهیش کردن. هیئت منصفه اول 11-1 بهش رأی دادن، محکومش کردن و خود آقای کشیش هم اعتراف کرد، گفت بله قتلا رو من کردم، خدا به من دستور داده که بچه ها رو بکشم، من هم تبر رو برداشتم رفتم طبقه بالا، اول بچه های بالا رو کشتم و بعد هم بچه های پایین رو کشتم چون خدا اونا رو میخواسته و من میخواستم راحتشون کنم. امضا کرد، ساعت 7 صبح بود، امضا کرد اعتراف نامش رو و قتل رو گردن گرفت. ولی روزی که کشیدنش به دادگاه اعترافاتش رو پس گرفت. دیگه اوضاع خیلی خطریه. دیگه باور کرده بوده که واقعا دیگه مثل که قراره یه کاری باش بکنن. بر همین اعترافاتش رو پس میگیره و اتفاقا هیئت منصفه هم رأی به بیگناهیش میدن. و این اولین و آخرین باری بوده که کسی به خاطر قتل‌های بلیسکا محاکمه میشه. یکی از مشهورترین مظنونی که همیشه در موردش صحبت کردن آقای فرانک جونز بوده، یک تاجر ثروتمند و همچنین یک سناتور ایالتی بوده. ظاهرا آقای جوسیا مور خیلی وقت پیش زمانی که جوان بوده برای آقای جونز کار میکرده، به مدت 7 سال براش کار میکرده از ساعت 7 صبح تا 11 شب. اما یک روز آقای جوسیا مور میگه که من دیگه نمیخوام برات کار کنم، از اون کار میاد بیرون، در صورتی که جوسیا کارمند محبوب آقای جونز بوده و آقای جونز خیلی از این مسئله ناراحت میشه، ناراحت‌تر از این میشه که آقای جوسیا میره یه فروشگاه عین اون میزنه و کار تجارت رو خودش شروع میکنه و علنا دیگه رقیب شده بودن، اونم در یک شهر کوچیک مثل ویلیسکا که فقط 2000 نفر جمعیت داره. و بعد حتی این دو نفر انقدر تنفرشون از هم زیاد شده بوده که توی خیابونهایی که اون یکی حدس میزده اون یکی هست نمیرفتن. و یه شایعات هم در گرفته بود، اینکه آقای جوسیا مور با عروس آقای جونز همخوابه شده و رابطه عشق و عاشقی با هم دیگه دارن و این تنفر روز به روز بیشتر میشد. اما یه عده اومدن گفتن که آقای همین جونز 57 سالشه، نمیتونه قاتل باشه به خاطر اینکه سنش بالاه؟ دقیقا به خاطر اینکه سنش بالاه. ولی یه عده گفتن آکه باشه سنش بالاه ولی پولی که داره میتونه یه نفر دیگر رو استخدام کنه که به جای خودش آقای جوسیا رو از سر راهش برداره. ولی خب خیلی مسخره است، نمیدونم بخوای فکر کنی به خاطر اینکه چون رقیب کاریت بکشیش. ولی بازم به نظر من خودش هم میتونه قاتل باشه، مگه ما قاتل سمبالا نداریم؟ حالا اون هیچی، ولی خب اون زمان میگفتن که نمیتونه با این دبدبه کپکپش این کارو بکنه. اتفاقا کاراگاه اصلی که روی این پرونده کار میکرد یه نفر رو معرفی کرد به اسم ویلیام. این آقا ظاهرا متهم بود که همسرش و پسرش رو با تبر کشته، ولی خب ثابت نشده چون اون هم با تبر کشته. یه چیز دیگه که خیلی در مورد صحبت میکنن که میگن بیشتر قتل ها با تبر اتفاق افتاده به خاطر اینه که یه وسیله دم دست بوده اون زمان، یعنی هر کسی میتونسته ورداره و باهاش آدم بکشه. خب آمریکا مثلا که درختونه زیاد همون واسه خودشون هیزم شکنن دیگه. حالا میگن که احتمال داره که این آقا رو اجیر کرده باشه که آقای جوسیا مور و خانوادش رو بکشه. خب این آقا رو گرفتن، مدت‌های زیادی نگهش داشتن، حتی گفته شده توی رودخونه از مچ پا آویزونش کردن که بیا اعتراف کن بگو تو کشتی، ولی این آقا زیر بار نمی‌رفت. و بعدها صاحب یه رستورانی اومد گفت که این آقا پیش من کار می‌کرده، مدارک حقوقش هست، روز بعد از قتل‌ها پیش من بوده، این نمیتونه قاتل باشه. دولت هم بهش 2225 دلار داد و این آقا رو آزاد کرد. همین عامل هم باعث شد که راس مور و پدر اینا و لنا دیگه به آقای جونز شک نکنن. هرچند که آقای جونز هنوز تاجر بود ولی زندگی سیاسیش علنا از بین رفته بود. اما شاید تنها دلیلی که ثابت میکرد جونز و کشیش بیگناهن خودشون نبودن، چون خودشون ثابت میکرد قاتلن، یعنی هر کدومشون یه جور نگاه کنی قاتلن.
اما یه اتفاقاتی داشت در اون منطقه در غرب میانه آمریکا اتفاق میافتاد. ظاهرا یک قاتل زنجیره‌ای برای خودش میچرخید و آدم میکشت. اولین قتلش هم این بود که در سال 1911 یعنی حدوداً یک سال قبل از خانواده مور اتفاق افتاده بود. یه خانواده 6 نفره رو در کلرادو به قتل رسونده بود. اون هم با تبر دستهاش رو شسته بود در یک کاسه خونی و سر جنازه ها رو پوشونده بود. یعنی الان هم بخوای نگاه بکنی یه امضای خاص خودشه و همینجور چرخیده بود، آدم های مختلفی رو 10-12 نفر دیگر رو کشته بود به همین شکل. من بخوام اسمش رو اینا رو بگم واقعا زیاده، فکر میکنم همه رو هم به همین مدل کشته بود و حدس بر این بود که احتمالا این شخص یه نفره، چون اکثر این آدم ها خونشون کنار راه آهن بود، با در رخت خوابشون کشته شده بود و به سرشون ضربه خورده بود و روزهای یک شنبه کشته شده بود. این نشون میداد که احتمالا قاتل روزهای یک شنبه که مردم میرن کلیسا میاد توی خونهشون قایم میشه و بعد اونا رو با تبر میکشه، اونم توی رخت خوابشون. اگه بخوایم منطقی فکر کنیم، تبر برای کسی که مثلا در حال فراره به درد تو نمیخوره، نمیتونی راحت باش ضربه بزنی بهش، شاید یه برتری هایی داشته باشی ولی الان نمیتونی، ولی برای کسی که خواب خوب خیلی راحته برات، میتونی ضربه بزنی. و اینکه قاتل در تمام این موارد، این 4 تا 5 تا قتل زنجیری که کرده بود، همه رو با یه جسمی ضربه زده بود، سرها رو پوشونده بود، دستاشو شسته بود و همه میگفتن که این احتمالا کار یه قاتل زنجیریه. آدمی رو هم که معرفی کردن یه آقای بود به اسم هنری لی مور. این آقا در آخرین اقدامش همسرش و مادرش رو به قتل رسونده بود با تبر و بعد از اینکه این آقای هنری رو گرفتن قتل‌ها دیگه متوقف شد. یعنی علنا ما دیگه هیچ قتلی نداشتیم. یکی از محبوب‌ترین سناریوهایی که در موردش حرف می‌زنن اینه که در سال 1912 یک چیزی به اسم اتاق مهمان وجود نداشته. یعنی تو اون دوره کسی اتاق مهمان نداشته که بگی مثلا یه اتاق جدا داشته باشیم برای اتاق مهمان، یعنی الانش هم ما هم نداریم. ولی خب میگن که یه اتاق اینا پایین داشتن که شما الان عکسش رو میتونید ببینید، توش تخت بوده، یعنی یه تخت یه نفره توی این اتاق بوده. خیلی ها میگن که خانواده مور تنها زندگی نمی کردن، یک نفر دیگه همراهشون زندگی می کرده، یعنی توی اون اتاق حضور داشته ولی اعضای خانواده دوستانشون آشناشون داشت خبر نداشتن. یعنی مثلا شاید یه خدمتکار چیزی بوده، شاید مثلا کسی بوده که اوردن پیششون باشه، هیچ کس نمی دونه. ولی خب میگن که ظاهرن جاهای نشستن آدم‌های مختلف رو پیدا کردن، یعنی وسایل غذا و اینا توی اون اتاق پیدا کردن، یا یعنی اینکه میگفتن توی قسمت بالای خونه‌شون زیر شیروانیشون دو تا سیگار پیدا کردن که یا متعلق به قاتل یا کسی که خونه اونها زندگی می‌کرده. یه چیز دیگه که خیلی درمانش حرف می‌زنه اینه که کسی که به عنوان مثال از راه آهن اومده باشه و مستقیم اومده باشه توی خونه اینها نمی‌تونه خونه رو به این دقیقی بشناسه که مثلا دودکش رو خاموش کنه، چراغ روغنی رو از توی کمد در بیاره، چون قاتل همین کار رو کرده، فکر کنم مثلا دودکش رو خاموش کرده، چراغ روغنی رو برداشته، فیتلش رو آورده پایین و بعد رفته قتل‌ها رو انجام داده. و خیلی ها میگفتن این قاتل آشناس، به خاطر همین این کار رو کرده، شاید همون کسی بوده که داخل خونه زندگی میکرده. ولی واقعا ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. ولی به نظر من اگر از بیرونم اومده باشه، مگه دیدن و شناختن یه خونه چقدر طول میکشه؟ حالا مخصوصا که یک شنبه هم بوده، اینا خونه نبودن، خونه نبودن، میتونسته خونه رو راحت بگرده. حالا چه کار کشیش بوده چه کار هر کس دیگه ای بوده. با این حال چیزی که عجیبه اینه که این خونه هنوز پابرجاست، به عنوان میراث فرهنگی تاریخی نگهش داشتن. آدم ها میتونن برن این خونه رو ببینن با همون وسایل هایی که بوده، با همون تخت خوابا، و خب یک کمی عجیبه دیگه. و خیلی ها میگن که این خونه دوچار اجنه و روح و اینجور چیزا هن. حتی یه عده میرن سعی میکنن که با اجنه ها حرف بزنن، مثلا بهش میگن که در اتاق رو باز کن، در اتاق رو ببن، نمیدونم توپ رو بنداز بالا، توپ رو بنداز پایین اگه اینجایی. و خب این
یه کمی مسخره است. حتی میگن دارن نتفلیکس یه فیلمی هم ساخته که من ندیدمش، ولی در مورد همین خونه است که چند تا نوجوان میرن توی این خونه و داستانهایی که اتفاق میفته. نتفلیکس هم از هر چیزی که پیدا میکنه یه فیلمی میسازه. خوبیش به همینه. خلاصه همین دیگه، این پرونده حل نشده است و نتونستن براش قاتلی پیدا کنن. مسلماً اگر این پرونده الان اتفاق افتاده بود حل میشد. 100%. امیدوارم از این پرونده خوشتون اومده باشه. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار. خدا نگهدار.